روز همگیتون به خیر باشه. امیدوارم روز خیلی خوبی رو امروز شروع کرده باشین. همتون منتظر بودین کلاس گسسته شروع بشه و دوباره ما همدیگر رو ببینیم و بتونیم با هم درس بخونیم و انشالله یه روز خیلی خوب، یه جلسه خیلی خوب رو رقم بزنیم. خب اولا خیلی خوشحالم که تک تک شما به جمع ما اضافه شدین، دوستانی که مخصوصا تو این مدت به جمع ما اضافه شدن. امیدوارم که بتونیم بیشترین استفاده رو از کلاس با هم ببریم. چند تا نکته رو عرض بکنم و درس رو با هم دیگه شروع بکنیم. خب موضوع اول این که با توجه به اینکه شما اگه یه موقعی بخواید حالا مثلا سوالی بپرسید یا بحث خاصی داشته باشید، مسیرش اینه که حالا دیدید دیگه سوالتون رو بپرسید و من جلسه بعد راجبش صحبت بکنم، پس حواستون باشه دیگه. مثلا حالا قبلا از اینا زیاد بود، آقا میشه اینجا رو دوباره توضیح بدید؟ و من نمیفهمم اون اینجایی که شما میگید کجاست دقیقا و نمیدونم که کجا رو باید دوباره توضیح بدم. اینجوری یکم کار برامون سخت میشه. نکته دوم این که ما خیلی متمرکزیم رو برنامه آزمونایی که باهاش پیش میریم و خب این برنامه آزمونا تقریبا بچه‌ها با برنامه آزمون‌های دیگه‌ای هم که شما شرکت می‌کنید اینور اونور شباهت‌های زیادی داره. من سعی می‌کنم پایان هر مبحث حالا یا آزمون مثلا از قلمچی حل بکنم، یا آزمون از گزینه دو حل بکنم، یا آزمون خدمت شما عرض بکنم از سنجش حل بکنم، یعنی به صورت مختلف پایان هر مبحث آزمون رو انتخاب بکنم و حل بکنیم. این هم دلگرمیه برای من و شما که بدونیم چیزی که داریم میخونیم رو میتونیم منطبق بکنیم با آزمونای دیگه اگه موقعی خواستیم. و نکته دوم این که خب شما باید مجموعه سوال زیاد ببینید توی این جریانه کلاسی که با هم پیش میریم و با این جریان مجموعه سوال‌های متنوع و مختلفی که می‌بینید و باهاش میریم جلو، میتونیم انشالله به یه جای خیلی خوبی با هم دیگه برسیم. خب دیگه از اینجا به بعد بریم تو کلاس. به مرور هر جا لازم باشه که چیزی رو تذکر بدم یا برای شما بیشتر بشکافم حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. خب بریم سراغ درس ریاضیات گسسته و از ابتدای فصل اول می‌خوایم شروع کنیم با هم دیگه اوضاع از چه قراره. خب ابتدای ماجرا کتاب سعی کرده یه چرخی بزنه تو داستان روش‌های اثبات، چون میخواد یه مدل جدیدی از اثبات رو به شما یاد بده. خب میخواد بگه شما اگه بخواد یه مسئله رو ثابت بکنید چه روش‌هایی برای این دارید. اول روش‌های اثبات رو با هم ببینیم، بعد اون روشم که یه ذره شاید قبلا متفاوت باشه و البته تو نظریه اعداد بیشتر به دردمون می‌خوره رو سراغش بریم و سعی کنیم که بهتر یاد بگیریم. خب یه سوال، اگر من بخوام برم سراغ اثبات باید چیکار بکنم؟ به من میگن آقا یه چیزی رو ثابت بکن. خب یکی از اولین چیزایی که به ذهنم میرسه برای اثبات کردن روشی که اصطلاحاً بهش میگن چی؟ روش مستقیم. یعنی چی؟ یعنی از فرض شروع کن، قدم به قدم برو جلو تا برسی به حکم. خیلی از سوالای هندسه اینطوری با اثبات مستقیم پیش میرن، درسته؟ اگه یه حکمی داشته باشم مثلا به من بگه ثابت کنید یه چنین عددی گویاست، مثلا مجموع دو عدد گویا یه عدد گویا میشه، یا حاصل ضرب دو عدد گویا یه عدد گویا میشه، یه چنین حکمهایی رو اگه بخوام ثابت بکنم خب مسیرش اثبات مستقیم. پس اثبات مستقیم چجوریه؟ از فرض شروع میکنم، قدم به قدم میرم جلو و در نهایت به حکم میرسم. خب حالا ممکنه اون گزاره‌ای که به عنوان یه حکم کلی به من دادن درست نباشه. من با استفاده از مثال نقض چیکار میکنم؟ نادرستی گزاره رو نشون میدم. دقت بکنید مثال نقضم یه جور اثباته دیگه، اثبات نادرستیه. خب مثلا به من میگن که آقا مربع هر عدد حقیقی بزرگتر از صفر است، میگم این جمله یه ایراد کوچولو داره، مثال نقض داره، چون مربع همه عدد حقیقی اتفاقا بزرگتر از صفره، ولی خود صفر اینجا یکم مشکل ساز میشه دیگه. پس میتونم با یه مثال نقض نادرستی این حکم کلی رو نشون بدم یا نادرستی این گزاره کلی رو نشون بدم. پس دومین چیزی که ما داریم باش آشنا میشیم مثال نقضه. میگیم آقا مثال نقض چی کار میکنه؟ نادرستی یک گزاره رو به ما نشون میده. خب و معمولا یه دونه کافیه دیگه، لازم نیست چند تا مثال بزنیم دیگه. سومین روشی که کتاب راجبش صحبت میکنه روشیه که
ما اسمشو گذاشتیم روش اشباع یا روش در نظر گرفتن همه ی حالتها. این دیگه چیه؟ ببینید بچه ها، این واقعا بیشتر به درد نظری اعداد میخوره، بیشتر به درد مفاهیمی که بعدن توی فصل نظری اعداد باش آشنا میشیم، مثلا ثابت کنیم عددی بر یه چیزی بخش پذیره، ثابت بکنیم مثلا اگه حاصل ضرب دو عدد فرد باشه هر دوتاشون فردن، اگر مجموع دو عدد زوج باشه مثلا یا هر دو زوجن یا هر دو فردن. اینا رو چجوری میخوایم ثابت بکنیم؟ کتاب میگه روش ما اینه که میایم همه ی حالتها رو در نظر میگیریم، تو تک تک حالتها حکم رو ثابت میکنیم و بعد در نهایت اون چیزی که میخوایم ثابت میکنیم. من اگه بخوام روش اشباع رو به بیان ریاضی یا به اصطلاح با استفاده از جبر گزاره ها بنویسم، میگم فرض بکنید که همه ی حالتهای من پ و کیو باشن. میگم آقا کل به اصطلاح فرض میشه پ یا کیو و از این میخوام حکم آر رو نتیجه بگیرم. چجوری این کار رو میکنم؟ میگم آقا از پی حکم آر رو نتیجه میگیرم و از کیو هم حکم آر رو نتیجه میگیرم و هم آقا نتیجه میگیرم که کلن این درسته. خب مثلا به من میگه آقا ثابت کنید حاصل ضرب دو عدد متوالی زوجه. خب من میام دو حالت در نظر میگیرم و این دو عدد متوالی رو میگیرم n و n به علاوه 1. میگم یا n زوجه و n در n به علاوه 1 زوج میشه، یا n فرده پس n به علاوه 1 زوج میشه و بعد حاصل ضرب اینا زوج میشه. ببین دقت کن چیکار کردم، گفتم دو حالت در نظر میگیرم دیگه. حالت اول این که n زوج باشه، اینو فرض کنید اسم اینو میذارم گزاره p. خب دقت کنید چی دارم میگم، فرض کنید اسم اینو میذارم گزاره پی زوج باشه. میگم اگر n زوج باشه حکم و نتیجه میگیرم، بعد میگم حالا n فرد باشه، اگر n فرد باشم حکم و نتیجه میگیرم، در نهایت انگار که n زوج یا فرد باشه من میتونم حکم رو چیه؟ نتیجه بگیرم. پس حالا اینجا حالتی بود که گفتم همه حالت هم دوتاست، زوج یا فرده. ممکنه همه حالت های من بچه ها 3 تا باشه، 4 تا باشه، بیشتر از اینا باشه، ولی خیلی فرقی نمی کنه دیگه، میتونیم به راحتی اینا رو سراغش بریم. یعنی پس این داستان اشباع یا در نظر گرفتن همه حالت ها داستانیه که شما میتونید با خیال راحت بگید که اگر یه مسئله علل خصوص در دنیای بخش پذیری نمیدونم به صورت 8 به علاوه 1 است، به فرم 3 منهای 1 است، اگر سراغ یه چنین چیزی داریم میریم، یکی از بهترین روش ها براش همین روشیه که بهش میگیم اشباع یا در نظر گرفتن همه حالت ها. یه پرانتز بگم، همش همین هم نیست ها بچه ها. مثلا ممکنه ما یه جاهایی تو هندسه هم با این مواجه بشیم. مثلا آقا ما میدونیم در فضای سه‌بعدی دو خط یا موازی هن یا متقاطع هن یا متنافر هن. بعد اصلا به ما میگن ثابت کنید یه گزاره‌ای در مورد دوتا خط. ما میگیم اگه موازی باشن حکم درسته، متقاطع باشن حکم درسته، متنافر باشن حکم درسته، پس حکم ثابت شد. دقت کردی چی شد؟ یعنی اون هر جایی که من بتونم یه دسته‌بندی ایجاد بکنم، بگم فرض رو در گروه های مختلف یا در دسته‌بندی های مختلف میتونم در نظر بگیرم، فرض سوال یا فرض مثلا گزاره‌ای که میخوام ثابت بکنم رو، میشه از این روش به اصطلاح اشباع یا در نظر گرفتن همه حالت ها استفاده کرد و حکم رو چیه؟ به نتیجه رسون. پس روش اشباع همچنان تأکید میکنم روشیه که بیشتر کجا به کارم میاد؟ بیشتر تو دنیای نظری اعداد به کارم میاد، تو دنیای بخش پذیری و اینجور چیزا به کارم میاد. خب و چهارمین روشی که کتاب بهش اشاره کرده روش برهان خلفه. برهان خلف کلن چیه؟ برهان خلف اگه به صورت جبر گزاره‌ای بخوام بنویسم، خب میگم که آقا برهان خلف داره این کارو برای من انجام میده. شما میخواید گزاره پ آنگاه کیو رو ثابت کنید، آره؟ میخواید گزاره پ آنگاه کیو رو ثابت بکنید. این هم ارزش با این که بگید اگر حکم غلط است آنگاه فرض هم غلط است، یا به تناقض میرسیم. برهان خلف داره این کارو میکنه دیگه. بچه ها معمولا تو اثبات برهان خلف یه چیزی داریم اصطلاحا بهش میگیم فرض خلف. فرض خلف چیه؟ فرض خلف اینه که آقا اگر حکم غلط باشد چه اتفاقی میفته.
میگه آقا اگر حکم غلط باشه مثلا به نقیض فرض میرسیم، مثلا به یک گزاره غیر ممکن میرسیم، مثلا به تناقض میرسیم. اون موقع میگیم آقا با برهان خلف ثابت کرد. خب چه چیزایی رو با برهان خلف ثابت میکنیم؟ یه بار از اول بگم، گفتم مثلا مسئله های هندسه رو اکثرا اثبات مستقیم میریم، خب یا مثلا مسئله های نظریه رو بیشتر میریم سراغ روش اشباع. برهان خلف کی میریم سراغش؟ باز مثلا گفتم بچه ها اگه بخوایم ثابت کنیم حکم یه گزاره این باشه عددی گویاست، میریم سراغ اثبات مستقیم. حالا اگه به من بگن ثابت کنید یه چیزی گنگه، معمولا میرم سراغ برهان خلف، یعنی با برهان خلف به نتیجه میرسم. یا مثلا عکس قضیه ها رو معمولا با برهان خلف میریم. یا مثلا این جمله های خیلی خیلی تابلو که اول موضوع هست، مثلا اول هندسه، خب اول هندسه از این جمله ها داریم، دو خط موازی با یک خط موازی هن، نمیدونم دو خط عمود بر یک خط موازی هن، از هر نقطه فقط یک خط موازی با خط مفروض میتوان رسم کرد، یا از این جور چیزا. یا مثلا مفاهیم خیلی زیربنایی که تو ریاضی استفاده میشه، مجموع دو تابع پیوسته تابعی پیوسته است، نمیدونم مجموع تابع پیوسته و ناپیوسته تابعی ناپیوسته است، حاصل ضرب تابع نمیدونم پیوسته و پیوسته، اینایی که خیلی دیگه به اصطلاح خودمون بدیهیان اول راه موضوعن، اونا معمولا با برهان خلف ثابت میشن، یعنی اثباتشون معمولا با برهان خلفه. خیلی خودمونی ترش میخوام اینو بگم بچه‌ها، کیا میریم سراغ برهان خلف؟ وقتی یه چیزی نداریم که حکممون رو یا اثباتمون رو رو اون بنا کنیم. خب مثلا به من میگن ثابت کنید گنگ است، شما به من بگید عدد گنگ رو چجوری میشه نوشت. وقتی به من میگن ثابت کنید گویا است، میگم به صورت مثلا نسبت دو تا عدد پی کیو اون باشه اسمش گویاه، گنگ رو چجوری بنویسم؟ بنویسم مساوی این نیست، این که خب خیلی قابل استفاده نیست تا مسیر اثبات روش بنا بشه دیگه، به خاطر همین میرم سراغ برهان خلف. یا به من میگن ثابت کنید که دو خط موازی با یک خط خودشان با هم موازی هن. خب من چی دارم که بخوام استفاده کنم جمله‌ای به این بدیهی بود یا به این تابلویی رو به اصطلاح ازش نتیجه بگیرم؟ کم چیزی ندارم، برهان خلف معمولا جواب میده. پس روش برهان خلف مال اونجاییه که خیلی سخته یک دستمایه‌ای پیدا بکنی بهش چنگ بزنی مسیر اثبات بنویسی بری جلو، چیزی نداری برهان خلف میزنی، یعنی اینقدر بدیهیه که از اون بدیهی تر چیزی وجود نداره. خب طبیعتا روش برهان خلف به تو کمک میکنه که این اثباتو انجام بدی. دیگه چی داریم؟ یه روش دیگه داریم بهش میگن اثبات بازگشتی. اثبات بازگشتی چیه آقا؟ اثبات بازگشتی اینه که شما از حکم شروع کنی قدم به قدم بری برسی به فرض و از گزاره های هم عرض استفاده کنی، یا به اصطلاح میگیم نماد دو شرطی بتونی بذاری. اگر یه چنین شرایطی داشته باشی اسمش میشه اثبات بازگشتی. کجا میریم سراغ بازگشتی؟ معروف بازگشتی ها بچه ها نامساوی ها و اتحاد هاست که از بازگشتی استفاده میکنیم. مثلا اتحاد ها از حکم اتحاد شروع میکنیم میرسیم به یه چیز بدیهی، یا نامساوی از حکم نامساوی شروع میکنیم میرسیم به یه چیز بدیهی. یه پرانتز کوچولو بگم، اکثر مثال هایی که تو اثبات بازگشتی توی این قسمت وجود داره بچه ها، تهش میخواد برسه به یک رابطه یه مثلا همواره درست دیگه. خب این رابطه همواره درسته تو نامساوی ها با توجه به اطلاعاتی که ما داریم و در واقع باهاش خیلی اوکی، معمولا نامساوی هایی هم که توان دو بزرگتر مساوی صفر یا جمع چند تا توان دو بزرگتر مساوی صفر. یه مثال میزنم که بدونین دارم راجع به چی صحبت میکنم. فرض کنید من میخوام ثابت کنم x2 منهای xy به علاوه y2 بزرگتر مساوی صفره. خب حالا اونایی که معادله درجه دو خیلی حرفه‌این میان میگن آقا x رو مجهول بگیر، y رو ضریب بگیر، دلتا این معادله منفیه، پس هیچ وقت به اصطلاح کوچکتر از صفر نمیشه. صفرش هم حالتیه که x یا y صفر باشن دیگه، حتی ببخشید هر دوتاشون صفر باشن که این تساوی مساوی صفر بشه. خب ولی ما اگه بخوایم مثلا از این روش های بازگشتی بریم، من یه دو تو این ضرب میکنم، میشه 2x2 منهای 2xy به اضافه 2y2. بعد ببین چیکار میکنم، یه دونه از x2 ها رو جدا میکنم با 2xy و یه دونه از y2 ها، بعد یه x2 تهش میمونه یه y2 تهش میمونه.
تا عبارت x دو منهای 2x y به علاوه y دو رو بهش نگاه کنید. این سه تا عبارت اتحاده دیگه، نه مربع دو جمله ایه. خب بنویسم x منهای y به توان 2 به اضافه x2 به اضافه y2 بزرگتر مساوی 0. موافقید این بدیهیه؟ منظورمون از بدیهی یعنی همواره درسته دیگه. آره این یه گزاره همواره درسته. x منهای y به توان 2 بله x2 بله y2 به ازای همه اعداد حقیقی بزرگتر مساوی 0ه، چون جمع یه سری توان 2ه به اصطلاح. خب حالا اینجا الان میتونم بیام بگم که پس این یه فلش دو طرفه اینجا بذارم بگم آقا این برگشتش هم درسته، اینجا هم یه فلش دو طرفه بذارم بگم برگشت این درسته، اینم دو طرفش کنم. حتی لازم نیست دیگه هیچ از انتها به ابتدا رو برای این بنویسم دیگه، نیازی ندارم این رو بکنم. از این بدیهیه شما اگر شروع بکنید، خب از این بدیهیه اگه شروع بکنید میتونید بیاید روی این رابطه، میتونید بیاید روی این نامساوی، میتونید بیاید برسید به حکم. ولی ما این کارو نمیکنیم، ما همون از حکم شروع میکنیم، میریم جلو میریم جلو میریم جلو تا به یه چیزی که همواره درسته یا به اصطلاح بدیهیه برسیم و به این روش اصطلاحا میگیم روش اثبات بازگشتی. گفتم دیگه اثبات بازگشتی بیشتر توی اثبات نامساوی ها و اتحاد ها به کار میره و میتونه به ما کمک بکنه که یه سری چیزا رو ثابت بکنیم. خب اینجا کتاب درسی اومده انواع اثبات رو بچه ها گفته، به نظر من بیشتر تاکیدش روی این روش اشباهی که تو نظریه اعداد به درد میخوره و طبیعتاً مثال نقض برای اینکه بفهمیم حکم نادرست چجوری قابل تشخیصه، شاید یه جایی هم درگیر منحل خرف بشی. ولی مثلا شما این ور اون ور که بخواید سوال حل بکنید یا به اصطلاح خودمون بخواید آماده بشید تست بزنید، یه عالمه سوال بازگشتی میبینید. مثلا سوال اینطوریه: در اثبات رابطه این به روش بازگشتی به کدام رابطه بدیهی میرسیم؟ یعنی میگه آقا اگه شما اینو بری 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 این رابطه بدیهی که بهش میرسی رو تو گزینه‌ها پیدا بکن. شاید بگید آقا این واقعا چه ربطی به ریاضیات گسسته، واقعا چه ربطی به نظریه اعداد داره. در واقع تأکید روی این اثبات بازگشتیه که اینجا کتابش اشاره کرده، وگرنه خیلی ربطی به سرفصل نظریه اعداد نخواهد داشت. اشکالی نداره دیگه، ما خیلی سخت نمیگیریم که آقا بالاخره چند تا تست اینطوری هم حل بکنیم. یا مثلا ممکنه سوالی از این دست ببینیم، سوال شماره یک رو ببینید، میگه کوچکترین مقدار ام که برای آن نابرابری فلان برقرار باشد کدام است؟ کوچکترین مقدار ام که برای آن نابرابری این برقرار باشد. اگه قراره این نابرابری رو ما داشته باشیم بچه ها، خب میتونیم گزینه ها رو امتحان بکنیم دیگه. n فاکتوریل بزرگتر از 3 به توان n منهای 1، این یه ذره ببرمش بالا. آها اینجا میبینیم که چی نوشته. خب بیایم این رو بذاریم 4 ببینیم چه اتفاقی میافته. از چند شروع کنم؟ 4 بذاریم میشه 4 فاکتوریل بزرگتر از 3 به توان 3، ولی این برقرار نیست. امتحان کنید 4 فاکتوریل میشه 24، 3 به توان 3 میشه 27، این برقرار نیستش. خب 4 فاکتوریال میشه 24، 3 به توان 3 میشه 27، برقرار نیست. حالا اینو بذارم 5، یعنی برم سراغ عدد بعدی، میشه 5 فاکتوریال بزرگتر از 3 به توان 4. 5 فاکتوریال میشه 120، 3 به توان 4 میشه 81 و به ازای این مساوی 5 این رابطه برقرار شد دیگه. پس با خیال راحت گزینه 2 رو علامت بزنم. من صرفا فقط میخواستم اولین عددی که این رابطه در موردش درست در میاد رو پیدا بکنم، پس از کوچکترین گزینه ممکن شروع کردم و رفتم جلو. خب بریم سراغ سوال دوم. نوشته چند عدد طبیعی n برای عبارت فلان مثال نقض محسوب میشود. یه ذره به جمله بندیش دقت بکنین. میگه چند تا عدد طبیعی داریم که وقتی این رابطه رو براشون داشته باشیم رابطه عدد طبیعی ما مثال نقضی میشه، یعنی رابطه برقرار نیست. داره میپرسه برای چند تا عدد طبیعی این رابطه برقرار نیست.
ببین یه ذره عجیب غریبه دیگه، من باید برای همه اعداد شروع کنم اینو چک کردن، یعنی مثلا یه بار بذارم یک، بعد بذارم دو، بعد بذارم سه، ببینم اوضاع از چه قراره. ولی خب چاره ای هم به نظر میاد غیر از این نداریم، یعنی این مسیر رو باید بریم. این رو بذاریم یک، رابطمون میشه چی؟ میشه چهار بزرگتر مساوی یک. خب این که مثال نقض محسوب نمیشه. این رو بذاریم دو، رابطمون میشه چی؟ میشه دو به توان سه بیشتر از دو به توان سه. اینم که تساوی نقض محسوب نمیشه. این رو بذاریم سه، میشه دو به توان چهار سه به توان سه. دو به توان چهار 16، سه به توان سه 27. اینجا الان مثال نقض محسوب میشه. این یه دونه رو داشته باشیم که مثال نقضه. اینو بذاریم چهار، میشه دو به توان پنج چهار به توان سه، درسته؟ اینو که میذاریم چهار، دو به توان پنج چهار به توان سه. خب دو به توان پنج 32، چهار به توان سه 64. پس اینم مثال نقض محسوب میشه. تا اینجا دو تا پیدا کردم. اینو بذارم پنج، رابطه هم چی میشه؟ میشه دو به توان 6 و اونورم 6 به توان 3. خب دو به توان 6 64، 6 به توان 3 216. پس اینم مثال نقض محسوب میشه. بریم بعدی. n مساوی 6 میشه دو به توان 7 6 به اسخایی میکنم اون قبلیه چرا من نوشتم 6 به توان 3 5 به توان 3. بله البته باز هم مثال نقض محسوب میشه، چون بعدش به توان 3 میشه 125، اونم باز هم مثال نقض محسوب میشه. دو به توان 7 6 به توان 3. خب دو به توان 728 6 به توان 3 216. خب اینم همچنان مثال نقض محسوب میشه. باز بریم جلو اینو بذاریم 7 میشه دو به توان 8 256، 7 به توان 3 343. خب اینم بازم مثال نقض محسوب میشه. اینو هشت میشه دو به توان 9 اون برش میشه 8 به توان 3. خب دو به توان 9 میشه 512، 8 به توان 3 هم بازم میشه 512، درسته؟ این اصلا دقیقا جفتشون دو به توان 9 هم دیگه، دیگه مثال نقض محسوب نمیشه. خب بعدش چی؟ من میگم بعدش شما اینو میخوای بذاری چند؟ 9 میشه 2 به توان 10 اون برش میشه 9 به توان 3. بعدی 2 به توان 11 10 به توان 3. ببین هر دفعه داری سمت راست رو از 9 به توان 3 میکنی 10 به توان 3، از 10 به توان 3 میکنی 11 به توان 3، ولی سمت چپ رو داری 2 برابر میکنی. سمت راست 2 برابر که نمیشه که، مثلا 9 به توان 3 729، 10 به توان 3 1000، از 729 میرسونیش به 1000، ولی دو به توان 10 1024، دو به توان 11 2048، دو برابرش میکنی. از اینجا به بعد دیگه سرعت رشد سمت چپ از سمت راست خیلی بیشتر میشه. پس دیگه بعد از این مثال نقض پیدا نخواهی کرد. همین 5 تایی که پیدا کردیم تمومه. من کلا تونستم 5 تا مثال نقض برای این پیدا بکنم. البته میشد از اولش که سوالو دیدیم بگیم آقا این سوال واقعا وقتگیره، یعنی شما باید هی یه دونه یه دونه عددا رو امتحان بکنی ببینی کدومش به درد میخوره کدومش به درد نمیخوره، کدومشونی که ما میخوایم اتفاق میفته کدومشونی که ما میخوایم اتفاق نمیفته. پس این خیلی نیاز به این داره که شما حواستو جمع بکنی بگی که آقا چی کار بکنیم اون اتفاقی که ما میخوایم میفته. خب بریم سراغ سوال بعدی، سوال شماره 3. نوشته برای اثبات کدام گزینه نیاز به برهان خلف نیست. خب بچه ها اولا یه چیزی بگم، این سوال رو به شکل‌های مختلفی می‌نویسن. خب مثلا میگه که در اثبات کدام گزینه از برهان خلف استفاده نمی کنیم، خب یا برای اثبات کدام گزینه نمی توان از برهان خلف استفاده کرد. خب نمی توان از برهان خلف به نظر من یه ذره بدسلیقگیه،
چون ممکنه بالاخره شما بشینی فکر کنی با برهان خلف به جواب رسی، یعنی اینجوری نیست بگی نه نمیتوان از برهان خلف استفاده کرد. اصلا چنین چیزی نداریم ما. ممکنه که بالاخره یه نفر بشینه فکر کنه ببینه نه با برهان خلف میتوان، این حرف خیلی درستی نیست. ولی حالا ممکنه بعضی جایی رو ببینید که مثلا نوشتن نمیتوان از برهان خلف استفاده کرد. خب این از این. حالا در مورد برهان خلف چی گفتیم؟ گفتیم کدوم سوالا برای اثباتش برهان خلف راحت ترین؟ یکیش این بود که حکمش این باشه گنگ است، مثلا مجموع اعداد گویا و گنگ عددی گنگ است، یا گزینه 3 نوشته رادیکال 3 گنگ است. خب اینا اثباتشون با برهان خلفه، شکی توش نیست. خب یا مثلا گزینه 4 نوشته دو خط موازی با خط مفروض موازی هن. این جور سوالا گفتم دیگه، شروع هندسه یا سوالای اول بحث هندسه، اول بحث ریاضی، اینا گزاره های خیلی خیلی تابلو به اصطلاح، همشون برهان خلف میخوان، یا به اصطلاح میگیم که با برهان خلف راحت تر ثابت میشن. خب پس الان میشه فهمید که طبیعتاً جواب گزینه 2ه، مجموع اعداد گویا عددی گویا است. آقا اینو چجوری مستقیم ثابت میکنیم؟ گفتم دیگه شما اگه بخواید یه چیزی رو ثابت بکنید گویاست، باید ثابت بکنید که به صورت یک کسر قابل نوشتنه. منظورمون از کسر چیه؟ منظورمون از کسر اینه که یه صورت و مخرجی داشته باشه، صورت و مخرج عدد صحیح 2/3 منفی 1/6 4/9 یا هر چیز دیگه از این جنس. این میشه عدد گویا دیگه، چون تعریف عدد گویا میگیم عددیه که به صورت یک کسر قابل نمایش باشه، و عدد گنگونیه که به صورت یک کسر قابل نمایش نباشه، مثل رادیکال 2 رادیکال 3 عدد پی. خدمت شما عرض بکنم که و خیلی چیزهای دیگه که شما میدونید عدد گنگ محسوب میشه. یه پرانتز بگم بچه ها، این عددهای اعشاری که دنباله اعشاریشون متناوب باشه گویا حساب میشن، همونایی که به اصطلاح توی ریاضیات مثلا 8 و 9 خوندیم اسمشو میذاشتیم چی؟ کسر اعشاری متناوب یا دوره گردش دار، مثلا 0.3 دوره گردش، اینا عدد گویا حساب میشن. اینا رو گنگ حساب نکنید چون بلدیم اینا رو به صورت یک کسر بنویسیمشون. خب یعنی اگه عدد بعد از اعشار ما نظم خاصی نداشته باشه میگیم گنگه، اگر نظم داشته باشه طبیعتاً یه عدد گویا محسوب میشه. خب من الان ثابت هم میکنم که مثلا مجموع دو تا عدد گویا یه عدد گویا میشه، و بعد بحثمون هم اینه که اثباتش به روش مستقیمه، نیازی به روش برهان خلف نداره. خب مثلا نگاه کنین، من میخوام ثابت بکنم جمع دو تا عدد یه عدد گویاست، میگم آقا آ عدد گویاه، به صورت P1 بر روی Q1 نوشته میشه، B عدد گویاه، به صورت P2 بر روی Q2 نوشته میشه. خب حالا A به علاوه B چی میشه بچه ها؟ من یه دفعه مخرج مشترکم بگیرم، میشه P1Q2 به علاوه P2Q1 مخرجش Q1Q2. آره؟ Q1Q2 که اینو پس نگاه مجموع یا ثابت کردیم که یه عدد گویا میشه، A به علاوه B میشه گویا. و روشمون چی بود؟ روشمون روش اثبات مستقیم بود، یادمون باشه دیگه، روش اثبات مستقیم بود برای اینکه بتونیم ثابت کنیم یه چیزی گویاست. ولی اگر به من بگن ثابت کن یه چیزی گنگه، میگم آقا روشش چیه؟ روشش اینه که از برهان خلف استفاده بکنم. آهان یه چیز دیگه هم بگم یادم اومد بچه ها، بعضی وقتا به جای برهان خلف می‌نویسن چی؟ می‌نویسن اثبات غیر مستقیم. یعنی یه اسم دیگه برهان خلف چیه؟ یه اسم دیگه برهان خلف روش غیر مستقیمه. غیر مستقیم و بچه ها روش بازگشتی نگیرید، روش غیر مستقیم روش برهان خلفه. خب اگه یه جایی دیدید که برای اثبات کدام گزینه نیاز به روش اثبات غیر مستقیم نیست، منظورش اینه که نیاز به روش برهان خلف نیستش. خب بریم سراغ تست بعدی، تست شماره 4.
نوشته در اثبات نامساوی این به کدام رابطه بدیهی میرسیم؟ میخوایم این نامساویه رو ثابت بکنیم ببینیم کدوم رابطه بدیهی از توش در میاد. خب اینو که نوشتم بچه ها، همون اول بحث اثبات به روش بازگشتی ثبت میکنیم میشه 2x2 که من اینجوری جداش کردم، یه دونه x2 هم جدا مون، یه دونه y2 هم جدا مون، بزرگتر مساوی صفر که میشه گزینه 1. ولی بچه ها این تنها روشش نیست، روش دیگه هم وجود داره برای اینکه اینو ثابت کنیم. من یه روش دیگه هم بگم، این تنها روشش نیست. شما اون y2 رو خب دو تیکش بکنید، x2 منهای xy به علاوه 1/4 y2 به اضافه 3/4 y2. خب حالا این سه تا جمله اول میشه x منهای 1/2 y به توان 2. آره این سه تا جمله اول رو من میتونم اتحادش بکنم دیگه، میشه x منهای 1/2 y به توان 2 بعد به اضافه 3/4 y2 بزرگتر مساوی 0. و اینم بدیهیه یا همواره درسته؟ خب چرا آقا میگی این بدیهیه یا همواره درسته؟ خب بازم این همون استدلال در موردش درسته دیگه. ببین یه دونه توان 2 به اضافه یه دونه توان 2 دیگه، یه دونه عبارت مثبته، یه عبارت توان 2 دیگه هم همواره مثبته. پس جمع اینا هم یه رابطه بدیهی بهتون میده. یعنی اینطوری نیستش که تو بگی آقا در اثبات نامساوی فلان خب معلومه دیگه میرسیم به گزینه 1، ممکنه به یه چنین رابطه ای هم برسیم. بعد تنها این نیست دیگه، من الان اینجا ایگرگ رو شیکوندم دو قسمتش کردم، میتونستیم به این ایکس رو بشکنیم دو قسمتش کنیم و به یه چنین رابطه ای برسیم، 1/2 ایکس منهای ایگرگ به توان 2 به علاوه 3/4 x2 بزرگتر مساوی 0. پس به اینم میشه رسید. پس الان بچه ها من و شما یه تست طرح کردیم در اثبات نامساوی فلان به کدام رابطه بدیهی نمیرسیم. یه گزینه اینو میذاریم، آره یه گزینه اینو میذاریم، یه گزینه اینو میذاریم، سه تا مثلا یه گزینه هم این گزینه 4 رو میذاریم، اینو میذاریم و میدونیم که به این نمیشه رسید. آره به این رابطه گزینه 4 نمیشه رسید. اصلا معلوم نیست رابطه گزینه 4 درست باشه همواره. یعنی اگه از اول هم بچه‌ها تست 4 رو می‌خواستیم بررسی بکنیم، گزینه 3 و گزینه 4 اصلا رابطه‌های بدیهی نیستن، یعنی رابطه‌های همواره درستی نیستن. ما گفتیم جمع یه سری توان 2 همواره مثبته، نه اینکه این به توان 2 حتما از x2 علاوه بر y2 بزرگتره، این که اصلا همواره درست نیست. همین الان فکر کنید میتونید براش مثال نقص پیدا بکنید بچه‌ها که این رابطه غلط باشه، x و y رو جفتشو بذارید 1، آره این رابطه غلط میشه، اینم رابطه درستی نیست، x رو بذارید 1 y رو بذارید -1. یعنی اصلا این رابطه بدیهی نبود تو گزینه این سوال، نه گزینه 3 رابطه بدیهی بود نه گزینه 4 رابطه بدیهی بود که شما بگید آقا من به رابطه بدیهی یا به اصطلاح همواره درست رسیدم، پس دیگه خیالم راحته دیگه، یه چیز همواره درستی دارم. میخوام بگم حواستون تو تستا باشه ها، از این اتفاقا میافته. طراح تست گزینه ای داده که اصلا رابطه همواره درست نیستش. خب سوال شماره 5 رو ببینیم که یه دونه تمرین یا حالا در واقع مثال کتاب درسیه که خیلی متفاوت جنس این سواله با بقیه چیزایی که ما می‌دیدیم و دوست دارم خیلی دقت بکنید که اینو همه چیشو درک بکنیم. میگه اگر A و B و C سه عدد صحیح X و Y و Z همان اعداد ترتیب دیگری باشند، کدام گزینه همواره درست نیست؟ ببین چی داره میگه. میگه فرض کن A و B و C سه تا عددن، اصلا شما بگید 1 و 2 و 3 خوبه؟ بعد میگه x و y و z هم همون عددن، فقط ترتیبش رو عوض کردیم، مثلا شده چه میدونم 2 3 1، اون 1 2 3، این شده 2 3 1. اوکی یعنی ترتیب اینا رو به هم زدیم، همینطوری مثال داریم میزنیم، نه اینکه واقعا 1 2 3 2 3 1 باید باشه، ممکنه هر ترتیب دیگه ای از این اعداد باشه. خب گزینه 1 نوشته a به 3 به اضافه x y z چیه؟ زوجه. a ضرب در b ضرب در c به اضافه x ضرب در y ضرب در z زوجه. خب یکم فکر کنید
این که همینه، این دوتا که یکی هن نه؟ یعنی من الان میتونم اینجا یه ریز بیام بگم این مساویه چی؟ مساویه دوتا آبسه. خب بعد بچه ها به چه عددی میگیم زوج؟ به عددی که بر دو بخش وزیر باشه دیگه، یا مضرب دو باشه. به نظرم خیلی واضحه که دو آبسه زوج یا مضرب دوه، پس با خیال راحت میگم که گزینه یک همواره درست است. حاصل آبسه به اضافه ایکس ایگرگ زد حتما چیه؟ زوجه. خب یه گزینه ها کنیم، بریم سراغ چهار. گزینه چهار من میگم که این حرف درستیه، حاصل این اتفاقا صفره، چون نگاه کن بالاخره آ با یکی از اینا ساده میشه دیگه، یا با ایکس یا ایگرگ یا زد. مثلا فرض کن آ با زد ساده میشه، خب ب با مثلا ایکس ساده میشه، آره، سی هم با ایگرگ ساده میشه. آقا از کجا میدونی؟ میگم خب باشه با اینا ساده نشن، ولی بالاخره آ با یکیشون ساده میشه دیگه. اینطوری نیستش که آ با هیچ کدوم ساده نشه، ب با هیچ کدوم ساده نشه، سه یکی از اینا بینشون جمعه دیگه، پرانتزای جمع رو میتونی ورداری. خب حالا یه چیزی، وقتی آ منهای ایکس به علاوه ب منهای سی منهای زد، یعنی جمع این سه تا عدد صفر شده، خب من میتونم ازش یه نتیجه ای بگیرم و اون این که حداقل یکی از این سه پرانتز، حداقل یکی از این سه تا چیه؟ زوجه. آقا چرا؟ میگم ببینید بران خوف هم میشه رفت، در نظر گرفتن همه حالت ها هم میشه گفت. اونم این که اگه برهان خلفم بریم اینجوری بگیم، بگیم آقا فرض کن هر سه تاشون فرد باشن، خب جمعش فرد میشه دیگه، ولی تو داری میگی جمعش صفره. خب پس این حرف درست نیست. پس این یه روشه مثلا برهان خلفی، یه روش هم میتونی در نظر گرفتن همه حالت‌ها بگیری، بگی آقا من سه تا پرانتز دارم، هر سه تا فرد، دو تا فرد یه زوج، دو تا زوج یه فرد و هر سه تا زوج، خب کدومش میتونه اتفاق بیفته؟ که من میگم آقا حداقل یکی از اینا باید زوج باشه، یا یه دونش زوجه دوتاش فرد، یا هر سه تاش زوجه. نمیگم حالت دوتا زوجی فردم امکان داره، چون اونجوری هم بازم جمعش صفر نمیتونه باشه. خب گفتیم حداقل یکی از اینا زوجه، اگر اون زوج باشه پس یه نتیجه بگیرم، حاصل ضرب این سه پرانتز، این سه عبارت زوج است. قبوله؟ وقتی یکیشون زوج باشه ضربشون زوج میشه. پس گزینه دو داره اشتباه میکنه که میگه حاصل این عددی فرد است، آ منهای ایکس، ب منهای ایگرگ، سی منهای زد. حاصل این اتفاقا عددی زوج است، چون سه تا پرانتز دارن که عدد یکیشون هم ضرب بشن حتما یه عدد زوج میده. و گزینه سه داره میگه حاصل جمع اینا زوجه. ببینید باز دوباره اگه جمع داخل این عبارت رو من میگم جمع سه تا پرانتز چی میشه؟ آقا جمع سه تا پرانتز یه دو آه به علاوه یه دو بیه به علاوه یه دو سی. آقا کجا میدونی؟ میگم ببین میشه آه به علاوه بیه به علاوه سی به علاوه ایکس به علاوه ایگرگ به علاوه زد. خب ایکس و ایگرگ و زد هم همون آه به او سه هن دیگه. پس جمع سه تا پرانتز داره میشه چی؟ میشه یه عدد زوج. پس دوباره این استدلال هست که حداقل یکیشون زوجه، پس حاصل ضربشون هم چیه؟ زوج. خب این سوال خیلی سوال معروفیه، این ور اون ور زیاد میبینیمه، شکل‌های مختلف، حکم‌های مختلف، به اصطلاح گزاره‌های مختلف از تو دین بیرون کشیدن و راجبش صحبت کردن، مثلا جمعشون مثل این، تفاضلشون، پرانتزایی که توش جمع هست، پرانتزایی که توش مثلا تفاضل است، اصلا حاصل ضرب اینا. بعد هیچ سر زوج یا فرد بودن اینا بحث میکنن. گفتم برای اثبات این گزاره ها معمولا روش برهان خلف میریم، یا روش در نظر گرفتن همه حالت ها. حالا چون کتاب درسی اینو برهان خلف رفته، شما هم بگید برهان خلف. یعنی اگر یه جایی هم سوال این بود که اگر بخواهیم ثابت کنیم مثلا گزینه دو این عبارته، دارم راجع به این صحبت میکنم دیگه، آ منهای ایکس در ب منهای ایگرگ در سی منهای زد عددی زوج است، برای اثبات این چیکار میکنیم؟ از روش برهان خلف استفاده میکنیم. ولی
معنیش نیست که از بقیه روش ها نمیتونیم استفاده بکنیم، از بقیه روش ها هم میشود استفاده کرد. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال شماره 6 میگه اگر اعداد x و y گنگ و عدد 2x منهای y گویا باشد کدام گزینه گویا است؟ خب اینم یه در واقع مشابه یه مثال یا تمرین کتاب درسیه و یه مفهوم خیلی خاصی توش هست. حالا میرسیم به اون مفهومه. به نظر شما بچه اگه x و y گنگ باشن و 2x منهای y گویا باشه کدوم عدد گویاه؟ مثلا 2x به علاوه y گویاه، x منهای 2y گویاه، x به علاوه 2y گویاه یا هیچ کدوم؟ فرض کنید که 2x به علاوه y گویا باشه. خب فرض کنید این گویا باشه، یعنی گزینه 1 رو شما گویا بگیریدش. خب بیایم اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته. 2x به علاوه y گویا، ببینید کاملا فارسی می نویسم که نخواهیم خیلی از گزاره ها و اینا استفاده بکنیم، شاید براتون سخت بشه. خب یه دقیقه صبر کنین، دوباره تخته با من شوخیش گرفته. بچه ها میدونن این تخته یکی هم با من شوخی داره، بعضی وقتا با من همراهی نمی کنه، ولی شما سخت نگیرید بهش. خب بچه ها طبق فرض سوال 2x منهای y هم که گویاه دیگه، نه؟ 2x منهای y هم چیه؟ گویاه. خب حالا این دوتا رو با هم جمع بکنید به چی میرسیم؟ به 4x مساوی گویا میرسیم و این معنیش اینه که x گویاست. خب این که خلاف فرضه که، پس این نمیتونه گویا باشه 2x به علاوه y. بعد بچه ها دفعه بعد اگه بخوام بیام بگم که آقا خب شاید x منهای 2y گویا باشه، میگم ببین خانم مهندس، آقای مهندس، اگر x منهای 2y گویا باشه دوباره اینو بذار کنار این، آره مثل یه دستگاه دو معادله دو مچولی بهشون نگاه کن و باز دوباره به یه مشکلی میرسی اگه اینم بگی گویاه. این دفعه مثلا میتونی y رو حذف x رو حذف بکنی بگی y گویا میشه که با اون فرض x و y گنگن به تناقض میرسی. اگه بگی این یکی عبارت، دوباره اینو بیار بذار کنار این، دوباره از این دوتا در کنار هم دوباره به مشکل میخوری. خب یعنی دوباره مثلا میگم میتونی x رو حذف بکنی به این نتیجه برسی که y گویاه، یا y رو حذف بکنی به این نتیجه برسی که x گویاه. یعنی با خیال راحت بیایم بگیم آقا اگر یه دونه از اینا گویا شد، یه عبارتی بر حسب x و y گویا شد، دیگه امکان نداره یه عبارت دیگه‌ای هم بر حسب x و y گویا بشه. یعنی من با خیال راحت بیام چیکار بکنم؟ بیام گزینه 4 رو علامت بزنم، بگم آقا اگه x و y گنگ باشن و یه ترکیبی از اینا گویا باشه، اون موقع هر ترکیب دیگه ای از اینا بسازید دیگه نمیتونه گویا باشه. هر ترکیب دیگه ای از اینا بسازید دیگه نمیتونه گویا بشه. اینو حواستون بهش باشه، به عنوان مثلا یه نکته هم میتونیم بهش نگاه کنیم و من اصلا میخوام اینو اینجا براتون بنویسمش. این نوشتم رو یکم کوچیک کنم، هول بدم بره اینجا، جا برای یه جمله باز بشه. خب میخوام بنویسم که اگر x و y گنگ و AX به علاوه به Y گویا باشد، خب پس اون گنگ باشه، AX به علاوه به Y گویا باشه، آنگاه هیچ عبارتی یا عبارت دیگری به صورت مثلا mx به علاوه ny نمیتواند گویا باشد. هیچ عبارت دیگری به صورت mx به علاوه ny نمیتواند گویا باشد. حالا تو ممکنه بگی آقا mx به علاوه ny که تو گفتی، آقا 2x منهای y گویاه، 4x منهای 2y گویا میشه، تو چرا اینو میگم؟ ببین عبارت دیگر،
یه چیز دیگه باشه. 2x7y ضرب در 2 نکن خودتو سر کار بذاری بگی آقا 4x7y هم گویا میشه، تو گفتی یه چیز دیگه گویا، که همونه فقط یه ضرب در 2 کردی دیگه، یه ترکیب دیگه ای از اینا دیگه امکان نداره گویا باشه. بعد بچه‌ها من گفتم ترکیبی به صورت mx و ny، مگر مثلا ممکنه شما بگید آقا x2 به علاوه y2 چی؟ ممکنه گویا باشه. خب x2 من های y2 ممکنه. آقا x3 به علاوه y3 چی؟ ممکنه گویا باشه. یعنی اینطوری نیستش که من بگم که آقا ترکیبایی که توش توان وجود داره و اینا هم دیگه گویا نیستن. نه، ربطی نداره. یعنی ممکنه ترکیبی از توانهای اینا بیاد گویا بشه. خب ما در مورد اونا دیگه اینقدر مطمئن نمیتونیم بگیم که گویا نخواهند بود. ولی اینایی که مثلا به اصطلاح ترکیب خطیان، یعنی با ضرایب ساده دارن ساخته میشن، میگیم فقط یه دونش میتونه گویا باشه دیگه، بقیهشون گویا براش معنی نداره. خب فقط یه دونش میتونه گویا باشه دیگه، بقیهشون امکان نداره که گویا باشه. خب بریم یه استراحتی بکنیم بیایم بچه ها، بریم یه کم استراحت بکنیم. فکر کنم اینقدر هی گفتم اثبات و گنگ و گویا اونم تو جلسه اول، همتون قاطی پاتی شدید، اب نداره، بریم یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد برمیگردیم این بحث رو با هم ادامه میدیم. فعلا یه استراحت کوتاه، خسته نباشید، برمیگردیم. خدا نگهدار.